امبارح. اما این قصه، این داستان خیلی داستان قشنگیه. دادخواستن پشه، این یکی از به سلام داستانهایی است که در واقع عظمت خداوند رو به زیبایی برای ما تبیین میکنه. دادخواستن پشه از باد و حضرت سلیمان علیه السلام، عظمت خداوند در مقابل ما رو به خوبی بیان میکنه. میگه که پشه آمد از حدیقه و از گیاه و سلیمان گشت پشه داد. که سلیمان معدلت میگستری بر شیاطین آدمیزاد و پری، برق و ماهی در پناه عدل توست، کیست آن گم گشته کش فضلش نجست. بعد میگه که داد ده ما را که بس زاریم، بی نصیب از باغ و گلزاریم. میبینید پشه، چون میبینید که موقع حضرت سلیمان با نمیدونم حیوانات صحبت میکرد، با موجودات دیگه صحبت میکرد، با مورچه صحبت میکرد، خیلی داستانهای زیادی راجبه قدرت حضرت سلیمان و تسری و تصرفی که بر جهان مادی داشت با اومده در قرآن کریم و در احادیث. حالا پشه اومده سراغ سلیمان، چیکار میکنه؟ دادخواهی میکنه، میگه آقا ما شکایت داریم و تو به اصطلاح همه در پناه چه میدونم عدالت تو هستن، ولی به من داره ظلم میشه، لطف کن داد ما رو برس، به قول بابا کمک کن. خب سلیمان خیلی تعجب میکنه، چون قرار نبوده در زمان سلیمان که مظهر عدل و قدرت و به اصطلاح این چیزا بوده کسی به کسی بتونه زور بگه که حالا پشه بیاد مثلا دادخواهی کنه. میگه که مشکلات هر ضعیفی از تو حل، پشه باشد در ضعیفی خود مثل، شهره ما در ضعف و اشکست پری، شهره تو در لطف و مسکین پروری. داد ده ما را از این غم کن جدا، دست گیر ای دست تو دست خدا. ببینید که خیلی واضحه دیگه، احتیاج به توضیح دارم. میگه تو مشهور هستی به بند پروری و عدالت، ما هم مشهور هستیم به ضعف و به هر حال مورد ستم قرار گرفتن، برای بیا و به ما کمک کن، دست ما رو بگیر. پس سلیمان گفت ای انصاف جو، داد انصاف از که میخواهی؟ بگو کیست آن ظالم که از بادت از باد بروت، ظلم کرده است و خراشیده است رود. ای عجب در عهد ما ظالم کجاست؟ بودن در حبس و در زنجیر ماست. میبینید سلیمان خیلی تعجب کرده که چطور در مثلا مقر حکومتی من به کسی ظلم شده. برگشته به این طرف میگه که جناب پشه، بگو ببینم کی به ظلم کرده تا من رسیدگی کنم. و من تعجب میکنم یه ظالمی در مثلا مقر حکومتی من باشه و ظلم کنه و در زندان نباشه، براش قابل تحمل نیست، قابل حزم نیست. میگه چون که ما زادیم ظلم آن روز مرد، پس به عهد ما که ظلم، پس به عهد ما که ظلمی پیش برد؟ اصل ظلم ظالمان از دیو بود، دیو در بند است، استم چون نمود. ببینید که معروف در زمان قرآن کریم هم اومده که زور سلیمان دیوها را در بند کرده بود و دیوها به جای اینکه کار زشت بکنن کار خوب انجام میدادن، خدمت انجام میدادن، برای سلیمان ساختمانها میساختن، جاده میساختن، نمیدونم کاسه های سنگی بزرگ درست میکردن و در خدمت مردم قرار گرفته بودن دیوها. خیلی نکته جالبی ها. این آقای دکتر الهی قمشه‌ای در یکی از سخنرانی‌هاش گفت، من از ایشون اینو یاد گرفتم، خوبه که با رفرنس خدمتتون بگم. ایشون میگفتش که هر پدیده در طبیعت که غیر قابل کنترل باشد دیو به دیو تبدیل میشود، ولی اگر همون پدیده طبیعی رو ما بگیریم و تحت کنترل قرار بدیم، اون دیو در بنده و در خدمت بشر. از جمله مثلا سیل، اگر سیل بیاد و سیل رها بشه، خب میاد تخریب میکنه، خراب میکنه، مزارع رو از بین میبره، شهرها رو از بین میبره، ولی همون سیل رو اگر شما تحت کنترل قرار بدید، پشت سد مهارش بکنید، خب اون تبدیل میشه به منابع آب برای کشاورزی، تولید برق میکنه و بسیاری خدمات
دیگه، یا مثلا آتش فشان، اگه ما بتوانیم آتش فشان رو تحت کنترل قرار بدیم که حالا انرژی که رها میکنه موجب تخریب نشه و از این انرژی استفاده کنیم، این و بسیاری پدیده های دیگه این گونه میتواند تحت کنترل باشه. حالا شاید به طور نمادین که میگه که سلیمان دیوها را در بند کرده بود، یه منظورش هم این باشه تکنولوژی اونقدر پیشرفته بوده احتمالا به طور نمادین که میتوانستن از این پدیده های طبیعی در مسیر درست استفاده کنند. خب حالا میگه که اصل ظلم ظالمان نه دیو بود، یه ظالما به خاطر دیو بودنشون که ظلم میکردن، ولی وقتی ما دیوار در بند کردیم پس کی داره ظلم میکنه؟ سوال سلیمانه و از پشه این سوال. گفت پشه داد من از دست باد بود و دست ظلم بر ما برگشاد، باز ظلم او به تنگی اندریم با لب بسته از او خون میخوریم. یا آقا من شکایت از دست باده، باد وقتی میاد این پشه چی میشه؟ به سرا نابوده دیگه، پشه رو باد میبره دیگه، ما زندگیمون از دست این باد به سرا مشکل داره دیگه، او داره به ما ظلم میکنه و ما با لب بسته خون میخوریم. خیلی جالبه، یعنی خون دل میخوریم، در واقع مفهوم میشه دیگه، ما داریم خون دل میخوریم دست این باد ما رو اذیت میکنه. اینه گفت دیگه. پس سلیمان گفت ای زیبا دوی، امر حق باید که از جان بشنوی، حق به من گفته است هان ای دادور، مشنو از خصمی تو بی خصمی دگر، تا نیاید هر دو خصم اندر حضور، حق نیاید پیش حاکم در ظهور، خصم تنها گر برآرد صد نفیر، حال هان بی خصم قول او مگیر، من نیارم روز فرمان تافتن، خصم خود را رو بیاور سوی من. میگه ببین سلیمان یه درس اخلاق حقوقی در واقع داره به جناب پشه میگه، میگه ببین من قاضیم، من که قاضی هستم من نمیتونم یه طرفه با ادعای تو قضاوت کنم، تو الان اومدی داری از دست باد شکایت میکنی، من نمیتونم اینجوری قضاوت کنم، من وقتی قضاوت میکنم که هر دو طرف دعوا حضور داشته باشن. خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه، اینو یاد بگیریم ما. فوری تا یه نفر اومد از یکی دیگه بدگویی کرد یا اعتراض کرد یا فوری تحت تاثیر قرار نگیرید. خیلی خوب حرفای شما رو من شنیدم، اما اجازه بدید نظر خودم را پس از آنکه طرف مقابل شما آمد حرفش رو زد من خدمت شما بگویم. قضاوت نکنید، این خیلی نکته مهمیه. خب میگه پس بربرین شما بی زحمت تشریف میبرید جناب پشه، باد رو برمیداری میاری در حضور من، ما با هم دیگه اینجا صحبت میکنیم، من حرف اونو گوش میکنم، حرف دارم گوش میکنم بعد نظر میکنم. خب گفت قول توست برهان و درست، خصم من باد است و او در حکم توست، بانگ زد آن شهر که ای باد سبا، پشه افغان کرد از ظلمت بیا، هین مقابل شو به خصم از رو به رو، پاسخش میگوی و کن دفع عدو. میبینید خب پشه گفتش قربان مسئله نیست، دشمن من باده، بادم که در اختیار شماست، شما گفته بودم باد در اختیار سلیمان بود دیگه، هر کاری می‌خواست بکنه پرشش رو روی باد سوار می‌کرد و باد به فرمان او به این فرمان میرم با اون ور میرم از این حرف. بنابراین حضرت سلیمان صدا کرد بادگاه، جناب باد تشریف بیارید، شما یه مدعی دارید، از دست شما شاکیه، بیا خودت دفاع کن که من ببینم چه ظلمی تو به این پشه کردی. باد چون بشنید آمد تیز تیز، پشه بگرفت آن زمان راه گریز. خیلی نکته قشنگ اینجاست، باد چون بشنید آمد تیز تیز، پشه بگرفت آن زمان راه گریز. و سلیمان گفت که ای پشه کجا، باش تا بر هر دوان رانم قضا. گفت ای شه مرگ من از دود اوست، و سیاه این روز من از دود اوست، او چو آمد من کجا یابم قرار، کو برآرد از نهاد من دمان. ببینید تا مثلا باد شروع میکنه با اومدن با سرعت به فرمان سلیمان اومد که ببینه حالا چیکار باید بکنه، پشه گذاشت با به فرمان سلیمان، صداش میکنه که آقا کجا داری میری، وایسا من چیز کنم به اصطلاح قضاوت کنم بین شما دو. آقا مرگ من با بودن اونه،
اصلا اشکال قضیه اینه که من نمیتونم در مقابل او باشم در یک جا، بنابراین فرار میکرد. خب اینه گفت مولانا، خیلی قصه ساده است اما چقدر معنی داره. حالا معنیش اینجاست، ببینید میگه همچنین جویای درگاه خدا، همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آید شود جوینده لا. گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک زبل آن بقا اندر هناست. سایه هایی کن بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. عقل کی آمد چو باشد سردهو، کل شیئن حالک لا وجهو. حالک آمد پیش وجهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. ببینید حالا اینم خیلی جالبه دیگه. حالا یادتون باشه، یادتون میاد یه جا توی این قصه های قبلی، دو سه قصه قبلی گفتش که یه مرغی با یه شطوری رفیق شد، بعد شطور دعوت کرد که بیا تو خونش. بعد شطور اومد، به محضی که اومد بیا توی خونه مرغ، داد سرش کرد یا پاشو گذاشت، کل خونه مرغ شد نابود شد. بعد مولانا میگه که عقل ما هم همچنین است در حضور خداوند. عقل ما گنجایش حضور خداوند را ندارد، وقتی او بیاید این نابود است، نمیتواند تحمل کند. یعنی این ظرف برای آن مظروف شایسته و بایسته و بسیار حجم لازم را ندارد. بعد میگه که آن کسایی هم که جویای خداوند هستند، وقتی که خداوند بیاید آنها لا می شود. لا یعنی نیست و نابود شود. حالا این نیست و نابود شدن به این معنا نیست که طرف از بین میره. درست مثل این میمونه که شما در حضور خورشید شمعی رو روشن میکنید، شمع در مقابل خورشید که لا، یعنی اصلا شما شعله شمع رو هم شاید دیگه نتونید ببین اگر درست روبروی خورشید نگهش دارید، ممکن نتونید ببین. این به معنی اون نیست که این شمع نابود شده از بین رفته، یعنی در حضور خورشید لا می شود. نبشه همون چه، یعنی هستی خودشو دارد اما در حضور خورشید لا است، دیده نمیشه. بعد میگه درست مثل این میمونه یه سایه هایی بخوام برن دنبال نور و نور رو پیدا کنن، ولی وقتی که به حضور نور میرسن دیگه سایه ها خودشون چی هن؟ نابودن دیگه، دیده نمیشود. پس مربری میگه که رابطه به اصطلاح جوینده خدا با خود خداوند این است، کسی که در حضور خداوند میرسد، قرار میگیرد، در حضور خداوند لا میشود. این که میگن طرف فنای الله شد، نه به این معنی که حالا مرد نابود شد از بین رفت، نه، در حضور خداوند چی میشه؟ محو میشه. حضور بود ای برسه به اون مرحله. و همین هم یک کل شیء حالک لا و شهو، یعنی همه شیء ها، همه موجودات، همه چیزها حالک هلاک میشوند به غیر از وجه او، یعنی چهره خداوند اوست که همشه باید. خب بعد میگه اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. میگه خرد در اینجا به اصطلاح خرد میشه، یعنی عقل نمیتواند این موضوع رو تحلیل کنه و قلم ها وقتی به اینجا میرسه میشکن. یعنی مولانا تحلیلی هم بخواد بگه چی؟ من دیگه بیشتر از این توضیح نمیتونم بدم، اینقدر که تونستم توضیح بدم دادم. حالا اینجا یه داستانه، خیلی داستان جذابیه که به شما بگم این آخرین داستان دفتر سوم مثنوی است، خب، که بعد وارد دفتر چهارم میشه. حالا من این داستان رو به طور کامل اینجا برای شما خواهم گفت، به این معنی که خیلی نکات ظریف درش وجود داره. مولانا تو این داستان که داره میگه، توی خود مثنوی رای برید نگاه کنید، به وسط این داستان که میرسه یه جا میگه خیلی خوب دیگه شب شد و دیر شد و خسته شدیم و هم دیگه میدونی که مولانا هم همینطوری مثل ضبط صوته، یعنی هیچ پالایش نشده مثنوی، همون حرفایی که خام و بکر که از دهان مولانا بیرون اومده همون هم ضبطه نوشته شده. من میگم میگه که بس دیگه خسته شدیم و دیر شد و فلان شد، رفقا بشین بریم خونه، بقیه قصه رو تو دفتر چهارم میگیم. همینطوری داستان اینجوری، اصلا دفتر سوم اینجوری تموم میشه. میگه خب دیگه بقیه‌اش رو دفتر چهارم صحبت می‌کنیم بعد.
بعد من تو دفتر چهار ادامه داستان. ولی حالا من اینو میخونم، خیلی داستان قشنگ. میگه یک جوانی بر زنی عاشق شده، روز شب بیخواب و بیخور آمده، بیدل و شوریده و مجنون و مست، می ندادش روزگار بس دست. پس شکنجه کرد عشقش بر زمین، خود چرا دارد ز اول عشق کین؟ عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی. این از اون کلمات قصار مولاناست که خیلی ها از بحر هستن و میگن عشق از اول، عشق از اول چرا خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. یه از اول عشق شمشیر به دست و قهاره. بنابراین کسانی که اهل عشق نیستن اصلا اون اول اصلا وارد این وادی نمیشن. برخلاف حافظ که میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل، و اولش به نظر آسون میاد ولی وقتی وارد وادی عشق میشی میبینی که دریای عمیق بیکرانه است. برحال حالا این دوتا دیدگاه بوده. پس بنابراین داستان از این قراره که یه جوانی دختر یه خانومی شده، نمیدونم عاشق یه خانومی شده و بسیار در رنج و عذابه. یه بار دختره رو دیده، عاشق شده، 8 ساله که بیچاره هر دفعه میاد کنار کوی معشوق به عنوان به یه بهانه این دختر رو باز ببینه، شناختنش پاسبونا و نمیدونم اهالی محل و اینا میگیرنش، کودکش میزنن، رنجش میدن، بیرونش میکنن، هزار یه جور زندانش حتی انداختن چند بار اینا. ولی خب این عاشق دیگه بنده خدا هی میاد و اینا هم کتکش میزنن و فرار میکنه، دو مرتبه باز میاد و اینا. میگه که حالا داستان خیلی جالب، میگه چون فرستادی رسولی پیش زن، آن رسول از رشت گشتی راه زن، بر به سوی زن نبشتی کاتبش، نامه را تصحیف خواندی نائبش، بر سبا را پیک کردی در وفا، از قواری تیره گشتی آن سبا، رقعه گر بر پر مرغی دوختی، پر مرغ از تف رقعه سوختی، راه های چاره را غیرت ببست، لشکر اندیشه را رایت شکست. میبینید این طرف بنده خدا به هر حیله‌ای دست میازد که به اصطلاح به قول معروف به این خانم برسه و این خانم رو بتونه ببینه، با مشکل رو بوش. حتی انقدر این زن زیباست که اگر فرستاده ای رو پیشش میفرستاد، اون فرستاده خودش از روی حسادت راه زن میشد، یعنی نمیخواست رابطه رو برقرار کنه، انقدر که این زن زیبا بود. و یا اگر نامه مینوشت تصیف میشد و نمیدونم اگر سبا رو پیک میکرد، باز سبا تیره میشد و فلان میشد. یعنی به هر عنوانی که این بنده خدا میخواست که به قول معروف به این خانم نزدیک بشه و رابطه برقرار کنه، با یه مشکلاتی برها رو بروش. خب بعد دیگه که همه راه بروش بسته شد، تا اینکه کان جوان در جست و جو بود 7 سال، از خیال وصل گشته چون خیال، سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. میگه ایشون 7 سال در این ماجراها بود ولی ناامید نشد و بالاخره خداوند فرموده اگر تو مثلا جوینده باشی بالاخره یابنده میشی، یعنی اگر طلب در تو باشد درها به مراد خواهی. گفت پیغمبر که چون کوبیدری عاقبت زان در برون آیست، چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی، چون ز چاهی می کنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. جمله دانند این اگر تو نگروی، هرچه می کاریش روزی بدروی. فردوسی چه میگه؟ میگه نگر تا چه کاری همان بدرد، سخن هر چه گویی همان بشنوی. بربری میگه که بالاخره امید هست، تو اگر دری رو بزنی بالاخره این در یه روزی برو تو باز میکنن. و دیگه مفاهیم این اشعار واضحه، میگه اگر از یه چاهی خاک بکنی بالاخره عاقبت به آب خواهی رسید. یعنی چی؟ یعنی اگه تو تلاش بکنی از تو حرکت از خدا برکت. این آقا هم 7 سال هر روز می اومد و کتک می خورد ولی بازم می اومد، حالا عاقبت به یه جایی بالاخره رسید. میگه چون در این می کوفت او از سلوتی،
عاقبت دریافت روزی خلوت. جوز از بی جست از بیم اساس او شب به باغ یار خود را یافت باشم او چرا. میبینید یه شبی اومد دوربر خونه معشوق، میدونست خونهش مثلا تو این کوچه است ولی حالا دقیقا درشون شاید نمیدونست، ولی به هر حال اومد و سعی میکرد که بره ببینه این پیدا کنه معشوق. اتفاقا پاسبان رسید، پاسبان ها میشناختنش، دنبالش میکردن. تا پاسبان رسید فرار کرد، فرار کرد و پرید از روی دیوار باقی داخل یه باغ از ترس پاسبان. یه دفعه که رفت داخل باغ دیگه معشوقش اون باغه، یعنی دختره اومده تو باغ داره قدم میزنه. این دیگه خیلی خوش به حالش شد، گفتش که دید که خانومه دختره شمع و چراغ دستش تو باغ داره قدم میزنه. گفت سازنده سبب را آن نفس، ای خدا تو رحمتی کن بر اساس. ناشناسا تو سبب ها کرده ای، از در دوزخ بهشتم برده. بهران کردی سبب این کار را، تا ندارم خار من یک خار را. این کلمه خار و خار خیلی جالبه. این خار یعنی پست شمردن، کوچک شمردن. این خار به معنی چی؟ به معنی خار، همین خار به اصطلاح ضد گل خار. میگه که در شکست پای بخشد حق پری، هم ز قهر چاه بگشاید دری. میبینید یه خدایا وقتی این صحنه رو میبینه شکر خدا رو به جا میاره. چجوری شکر خدا رو؟ یه خدایا پدر مادر این پاسبانه رو بیامرز، پاسبانی که هر روز اینو میدید و کتک میزد، یه پدر مادرش رو بیامرز، چون که اون باعث شد که من ازش ترسیدم پریدم تو باغ. حالا که پریدم تو باغ کی دارم میبینم؟ معشوقم رو دارم میبینم. خدا مثلا خیرش بده. بعدم میگه که اون سبب شد که من به اصطلاح حتی یک خار، حالا اینجا این خار منظورشون پاسبانه، اون خار رو هم خار نبینم، بد نبینم، حالا زیبایی های به اصطلاح اتفاق و قضا رو. بعد میگه در شکست پای بخشد حق پری، حتی اگه خدا بشکنه به جاش چی میده؟ به تو یه بال میده. هم ز قهر چاه بگشاید دری، از ته چاه هم خدا دری برای شما باز کنه. مثل کدوم چاه؟ چاه یوسف و چاه بیژن. ببینید وقتی که بیژن در چاه بود هیچ امیدی نداشت که نجاتی پیدا کنه، اما یه مرتبه یه رستمی بالا سرش چی شد؟ ظاهر شد و اومد این از تو چاه چگاه که اوردش بود. یوسف هم همینطور از چاه اومدنش بیرون شد به جاه و مقام رسید. بودن در باغ آن صاحب جمال، بودن در باغ آن صاحب جمال، که از غمش این در انا بود و انا بود 8 سال. سایه او را نبود امکان دید، همچون انقا و وصف او را میشه. جز یکی لیقه که اول از قضا بروی افتاد و شدو را دل روا. لیقه یعنی یک نظر، لیقه یعنی یک نظر، یعنی لقیه ببخشید، یعنی یک نظر. میگه که ایشون دید که این معشوقش داره توی باغ قدم میزنه، اینم 8 سال منتظر این همچین صحنه‌ای بود که معشوق رو ببینه و فقط اوصاف معشوق رو میشنید، فقط یه بار معشوق رو دیده بود و عاشق شده بود و حالا دیگه این همه رنج رو به اصطلاح میکشه. بعد از آن چندان که میکوشید او، خود مجالش میندار آن تند بود. نی به لابه چاره بودش نی به مال، سیر چشم و بی‌طمع بود آن نهاد. چون در آمد خوش در آن باغ آن جوان، خود فرو شد پا به گنجش نادم. من اساس را ساخته از دو سبب، تازه بیم او دود در باغ شد. بیند آن معشوقه را او با چراغ، طالب انگشتری در جوی باغ. پس قرین می کرد از ذوق آن نفس، با ثنای حق دعای آن اساس. گر زیان کردم اساس را از گریز، 20 چندان سیم و زر بر وی بریز. از اوانی مروه را آزاد کن، آنچنان که شادم او را شاد. میبینید این آقای بسیار این جوان که حالا رفته داخل باغ، از این که میبینه که معشوقش اونجا هستش و داره بسیار چراغ دستشه و معلومه بس غروب آفتاب هم بوده دیگه، احتمالا نزدیک های شب هم بوده، و دعا میکنه تو دلش برای اساس که خدایا این خدا پدر مادرش رو بیامرزه، این مثلا باعث شد که ما اومدیم تو این باغ، حالا داریم معشوقمون رو میبینیم و
و به اصطلاح خیلی خوشحال از اینکه یک فرصت نزدیک شدن به مشروق چی شده براش فراهم شد. چون که تنهایش بدید آن ساده دل، دقت کنید آن ساده مرد، اینجا نکته داره، مفاهیمی در اونجا وجود داره که ظاهرا ممکنه که آدم رو به ذهن انسان رو منحرف کنه، اما بسیار بسیار ارزنده است این مفاهیم. دقت کنید، میگه چون که تنهایش بدید آن ساده مرد، به این کلمه ساده مرد دقت کنید، آدم ساده است طرف، چون که تنهایش بدید آن ساده مرد، زود او قصد کنار رو بوسه کرد. این آقای جوان دختره رو حالا دیده، خب شم حاضر، چراغ حاضر، شبم هست، تاریک هم هست، دخترم تنها، آقا هم تنها، به اصطلاح همه شرایط فراهمه دیگه برای کسی که بخواد از این فرصت استفاده بکنه. 8 سالم که بنده خدا انتظار کشیده که یه روزی همچین صحنه ای براش اتفاق بیفته، حالا اتفاق افتاده. چون که تنهایش بدید آن ساده مرد، زود او قصد کنار رو بوسه کرد. بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار، که مرا گستاخ ادب را هوش دار. گفت آخر خلوت است و خلق نی، آب حاضر تشنه ای همچون منی. دست نمی جنبد در اینجا جز که باد، کیست حاضر کیست مانع زین گشاد. ببینید پسره به دختره به اصطلاح تمایل نشون میده که بره جلو، دختره بهش میگه که حواست جمع باشه، خودتو جمع جور کن، ادب رو نگه دار، خودتو به اصطلاح چی میگن، خودتو کنترل کن دیگه، حالا به تعبیر من. اینا میگه آخه آقا همه چی خلوت، همه چی شرایط فراهمه، ما هر کاری دلمون بخواد الان دیگه میتونی بکنی. بعد میگه گفت ای شیدا تو ابله بودی. ببین دختره داره به پسر درس میده ها، یعنی معشوق داره به اصطلاح عتاب و خطاب میکنه به عاشق. گفت ای شیدا تو ابله بوده ای، ابلهی و از عاقلان نشنوده ای. باد را دیدی که بی جنبت، بدان با جنبانیست اینجا بادران. پس یقین در عقل هر داننده هست، این که با جنبنده جنباننده هست. گر تو او را می نبینی در نظر، فهم کن آن را به اظهار اثر. تن به جان جنبید، نمی بینی تو جان، لیگ از جنبیدن تن جان بدار. میبینید میگه مرد حسابی حواستو جمع کن، فکر نکن که ما اینجا تنها هستیم. اگر تو میبینی که به اصطلاح داره میوزه، بدان که یک باد وزنده ای وجود داره که داره این باد رو هدایت میکنه. پس به این معنا نیست که اگر کسی رو ما نمیبینیم پس هیچ کس نیست. درست مثل این میمونه که بدن تو که متحرکه به جان تو متحرکه، چون جان در بدن هست متحرکه. یه مسی که جان از سر طرف میره بیرون، میگیم چی شد؟ طرف مرد دیگه، دیگه هیچ حرکتی نداره. پس بنابراین، ولی تو جان رو در کسی نمیبینی، جان رو نمیبینی، ولی میبینی آدم ها زندن. پس یعنی میفهمی که از روی حرکت رو میبینی یک جانی در وجودشون هست. یعنی میخواد بگی که این جهان هستی چیه؟ جان دارد و اون جان همیشه حاضر و ناظر است، همه جا حضور داره. غیر از این باشه جهان هستی مرده است، هیچ تحرکی نخواهد. پس میگه که گفت عاشق امتحان، گفت عاشق امتحان کردم مگیر، تا ببینم تو حریفی یا ستیر. حالا نگاه کن این پسره میخواد توضیح کنه قضیه، میگه ببخشید من میخواستم امتحان کنم ببینم تو چی، تو به اصطلاح آدم به اصطلاح پوشیده ای از ستیر، یعنی آدمی که خودت حفظ میکنی، یعنی که نه تو هم اهل مثلا این کارا هست. میخواد چیکار کنه؟ میخواد از خودش رفع به اصطلاح اتهام بکنه، یا میخواد برای خودش مثلا توجیه کنه حرکت زشت خودش رو توجیه کنه. میگه آقا من میخواستم شما رو امتحان بکنم ببینم تو اهل این برنامه هستی یا نه، تو آدم مثلا محجوب و پوشیده ای، دختر مثلا پاکی هست. من همی دانستم از بی امتحان، لیک کی باشد خبر همچون عیان. این جهان همچون خرابه است و تو گنج، گر تفحص کردم از گنجت مرنج. میبینی طرف داره میخواد توجیه کنه، میگه ببین من از اول هم میدونستم تو مثلا آدم پاکی هستی، بخیر پاکی هستی، ولی میخواستم که امتحانت بکنم و تو مثل گنجی هستی که در خرابه این جهان وجود داری و من یه تفحصی کردم
که گنج وجود تو رو پیدا کنم، از من نرنج. مثلا اون کاری که مقصد بکنه رو باید توجیه کنه. در جوابش برگشا آن ماه لب، که سوی ما روز و سوی توست شب. حیله های گیره اندر داوری، پیش بینایان چرا می آوری؟ هرچه در دل داری از مکر و حیل، پیش ما پیداست چون روز ای دغل. گر بپوشی مجز بند پروری، تو چرا بیروی از حد می بری؟ ببین اینجا مولانا معشوق رو در مقام خداوند داره برای ما ترسیم میکنه. خیلی زیباست. در مقام خداوند داره ترسیم میکنه، میگه که او زیبارو گفتش که ببین تو هزار تا حیله اگر بیاری، این حیله های تو برای بینایان بی ارزش است. این حرفا رو بی خود نزن، فکر نکنی که من تحت تاثیر تو قرار میدارم. هر چه در دل داری از مکروهیت، پیش ما پیداست چون روز ای دغل. تو میخوای کلک به من بزنی، میگی من داشتم امتحان میکردم، یعنی واقعا نمیخواستی مثلا کنارو بوس، دنبال کنارو بوس نبودی، دروغ میگی. من میدونم تو دلت چه خبره. این همون چیزی که خداوند از قلب ما آگاهه. گر پوشی مجز بند پروری، تو چرا بیرویی از حد میبری؟ ما بند پروری میکنیم، والا ستاریم، لود نمیدیم، آبروت نمیبریم دیگه. تو هم مثلا چیز نکن دیگه، از حد نگذرون. بعد دیگه از پدر آموز کادم در گناه، خوش فرود آمد به سوی پایگاه. چون بدید آن عالم اسرار را، کرد ورد خویش استغفار را. چون بدید آن عالم اسرار را، کرد ورد خویش استغفار را. بر سر خاکستر اندوه نشست، از بهانه شاخ شاخ تا شاخی نجست. ربنا انا ظلمنا گفت و بس، چون که جانداران بدید از پیش و پس. نبینید میگه از بابا یاد بگیر. این میگم اینجا معشوق خداونده، میگه از بابات یاد بگیر. بابات کی بود؟ حضرت آدم. وقتی که اون خطا رو به صلاح انجام داد، از اون میوهی که نباید میخورد خورد، وقتی خداوند بهش گفت چرا این کار کردی، نیمت توجیح کنه از شاخی به شاخی بپره، هی مثلا علکی به طرفایی بزنه. گفت چی؟ گفت خدایا شما درست گفتی، به ما رو هدایت کردی، گفتی که از اون میوه نخور، ولی من اشتباه کردم، من به خودم ظلم کردم. تو پاکی، من به خودم ظلم کردم. خداوند به همین دلیل چیکار کرد؟ آدم رو بخشید. ولی شیطان چی گفت؟ گفتش که خودت که میدونستی، تو خودت منو اغوا کردی، من رفتم این کارا رو انجام دادم. خداوند فرمود خب پس بی زحمت از بهش برو بیرون، و تو مثلا تا نمیدونم قیامت مثلا چنین یا چنان. خب تو همه عاشق چه جرمت گشت فاش، آب و روغن ترک کن اشکسته باش. آنکه فرزندان خاص آدمن، نفقه انا ظلمنا میدمن. حاجت خود عرضه کن، حجت نگو، همچو ابلیس لعین فتنه، همچو ابلیس لعین فتنه جو. پی رسد چون همچون توی را، که از منی امتحان همچون من یاری کنی. میبینی برگشته میگه که ای عاشق، جرم تو وقتی که عاشقار میشه اشتباه کردی، قبول کن، سعی نکن آب و روغنش کنی و توجیه کنی و مثلا حالا یه جوری بخواید سرتش رو هم بیاری. اونهایی که فرزندان آدم هستن، اونهای فرزندان خاص آدم، انسانهای صالح، نفقه انا ظلمنا میدن، میگوین که خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، یعنی پیش خداوند توجیه نمیارن، چون خداوند بر کنه قلب ما چیه؟ آگاهه. بنابراین توجیه آوردن هیچ فایده ای نداره. بعد دیگه حاجت خودت رو بگو، حجتم نگو، مثل ابلیسم به اصطلاح فتنه جویی مکن، و تو اصلا در مقامی نیستی که بخوای که منو امتحان کنی، چون عاشق به معشوق من خواستم تو رو امتحان کنم دیگه، ببینم تو اهلش هستی یا نه. پاکی گفت تو اصلا در پوزیشنی نیستی که بخوای من امتحان کنی، تو کی هستی که بخوای من امتحان کنی؟ خیلی قشنگه. نه هشت سالت جوش دادم در فراق، کم نشد یک ذره خامی تو نفاق. خاصی و هرگز نخواهی، خامی و هرگز نخواهی پخت تو. گر هزاران بار جوشی ای اتو، قوره تو سنگ بسته کسقام، قوره ها اکنون مویزند و تو خام. این خیلی خطرناکه.
میگه 8 سال تو رو در دوری جوشت دادم. اشاره به کی داره میکنه میگه جوشت دادم؟ به کدبانویی که اون نخوده رو تو آب ریخته بود جوش میداد، میجوشون که پخته بشه. نخوده پخته شد و آخرش هم گفتش که حالا که تو داری من رنج میدی و تو آب جوش میجوشونی، اگر قرار من خوراک انسانها بشم که انسانها این رو تبدیل بکنن به عشق و صداقت و زیبایی و روح و معرفت و اخلاص و این صحبت ها، 100 بار دیگه هم منو بجوشون که من در این به این مقام برسم. اما میگه من 8 سال تو رو جوشت دادم در دوری فراق که برای که پخته بشی، اما یک ذره از خامی تو کم نشد متاسفانه. تو خام هستی و هرگز هم پخته نخواهی شد. اگر 1000 بار هم تو رو بجوشونم باز هم خامی. چرا؟ برای اینکه تو مثل قوره ای هستی که مثل سنگ هستش. برای چی؟ برای که بیماری در قلبت هست، یعنی نفاق. تو بله ادعا میکنی که عاشق من هستی، اما عاشق صادق نیستی، قلبت مریضه. و حالا تو میبینی که بسیاری از قوره های دیگه نه تنها از قوره تبدیل به انگور شدن، از انگور تبدیل به کشمش شدن، ولی تو همچنان در همه حالت قوره خود قوره بودن خودت باقی هست. برای به زحمت برو از اینجا بیرون و تو لیاقت این که به حضور من برسی و با من باشی رو چی؟ به زحمت نداری. همینجا دیگه کفایت میکنیم. حالا میرسیم اول دفتر چهارم و اینجا پایان بحث امشب ما هستش. خیلی ممنونم که توجه فرمودید و متشکرم از لطف شما. ایشالله از جلسه آینده ما